اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب کم کم داریم به ماه رمضان نزدیک میشویم و خوب است که بعضی از احکام ماه رمضان را هم به عنوان مقدمه بدانیم. میفرماید اگر مریضی انسان چند سال طول بکشد، یک نفر هست 10 سال مریضه، حالا روزه برش واجب نیست و نباید روزه بگیرد و این مریضیش مستمر هست، یعنی از این رمضان تا این رمضان دیگر، ولی بعد از 10 سال، بعد از 5 سال خوب شده، حالا این ماه رمضان جدیدی که میآید که روزه بگیرد، روزه سالهای قبلش 5 سال 10 سالی که نتوانسته روزه بگیرد، اینها تکلیفش چی میشود؟ اینجا فرمودن همه مراجع به جز آقای سیستانی صافی زنجانی میفرماید اگر مریضی انسان چند سال طول بکشد، بعد از آن که خوب شد، اگر تا ماه مبارک رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید قضای ماه مبارک رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش یک مد به فقیر بدهد. 10 سال مریض بوده، در طول 10 سال هیچ روزه گرفته نتونست، الان خوب شده، الان مثلا ماه شعبان هست، چند روز تا ماه رمضان مانده؟ 5 روز، 10 روز، 15 روز، هر چند روزی که مانده، این چند روز را روزه بگیرد و بقیه دیگه بخشیده شده، اونها برای هر روزش یک مطعم که قبلا هم عرض کردیم 750 گرم نان، گندم یا خوراکی های حبوبات دیگر. ولی آقای سیستانی میفرماید باید قضای ماه مبارک رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش یک مد طعام به فقیر بدهد. پس بقیه آقایون گفتن هر چند روزی که باقی مانده، مثلا 2 روز مانده بر رمضان، این آقا خوب شد، همین 2 روز از سال قبل بگیره، بقیه بخشیده شده. ولی آقای سیستانی میفرماید نه، چون مریضیش قبل از ماه رمضان خوب شده، این 30 روز، 29 روز، هر چند روزی که ماه رمضان بوده، این را بگذاره، حالا یک مقدارش قبل از ماه رمضان، یک مقدار دیگه بعد از ماه رمضان، این را قضا بکنه، ولی سالهای قبل دیگه بخشیده شده و اونها قضا ندارد و برای هر روز یک مد طعام. بحث ما راجع به وظائف ما نسبت به حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در دوران غیبت، در دورانی که ما هستیم بود. گفتیم یکی از بهترین راه‌ها که ما وظایف خود را بشناسیم، دعاهایی است که از حضرت وارد شده. مخصوصا این دعایی که حدود 40 تا وظیفه را مشخص می‌کند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. این را عرض کردیم در قسمت قبل. عزیزانی که ندیدن به قسمت قبل مراجعه بکنید. و بند دوم که این گفتیم 5 تا امر شخصی است در اول، و بعد المعصیه، خدایا توفیق عنایت بگردان که ما از معصیت دوری بکنیم. این یک توفیق میخواهد، واقعا دوری کردن از گناه یک توفیق خیلی عالی است که خیلی از علما بزرگان فرمودن اگر کار ثوابی را شما توفیق نداشتید و نکردید و انجام ندادید، لاقل گناه نکنید. اینه که انسان توفیق ثواب داشته باشد، نه غیر از نماز، غیر از اطاعت و اینهایی که واجب هست، نه، توفیق کربلا رفتن نداره، توفیق حج رفتن نداره، توفیق دعای کمیل، دعای ندبه، دعای توسل، اینها را نداره، ولی از خدا بخواهد اگر خدا این توفیق را ندادی و این توفیق نصیب من نشد و من اون راه های توفیق را بر خودم باز نکردم، حداقل خدایا توفیق دوری از گناه را بده، چون گناه انسان را خراب می کند. ثواب
درست است وقتی که انسان ثواب کسب نکرد در همون جایی که هست میماند، ولی لاقل سقوط نمیکنه. ولی گناه، یک گناه باعث سقوط انسان میشود. خیلی داستانها شنیدید و در کتابها هم آمده است، داستانها هم داستانهای واقعی است. من یکی داستان را از زبان یکی از علمای بزرگ، اساتید بزرگ ما، خدمت شما به عرض برسانم. ایشان فرمودند که، البته من از یک نقل قول دیگری هم استفاده می کنم، ایشان که از علمای اخلاق هم هستند فرمودند که یک روزی من از نجف به سمت کربلا می رفتم. خب حالا شب جمعه بوده نبوده من جزئیاتش یادم نیست. گفت اینطوری می رفتم در مسیر، خب هم از خیلی ها سوار شده بودن، دیدم یک آقای کنار دست من نشسته، اون زمان صدام بوده، قبل اون بوده، و تیپ خارجی داره، یعنی یک دریشی یا به اصطلاح ایرانی کچلوار، کراوات یا به اصطلاح ما نیکتایی، و از این کلاهای شبو و کلاهای انگلیسی هم پوشیده، کاملا یک شخص مثل خارجی، و ریش و سیبیل و همه چیز صاف، هیچ چیز نیست، و نشسته عینک ها و همه چیز. خب یک مقدار که این اتوبوس راه افتاد رفتیم، این آقا از من چند تا سوال کرد، گفت آه در این باره چطور، در این باره. خب ما جواب دادیم، بعد شروع کرد که آقا نظر شما راجع به این قسمت کفایه چیست. یک دفعه من تعجب کردم که آقا این کتاب کفایه که کتاب درسی حوزوی و یکی از کتاب‌های خیلی مشکل هست، کفایت الاصول، فهمش علمای بزرگی می‌خواهد کن را بداند. مرحوم آخوند خراسانی و یا آخوند هروی که از مشاهیر کشور ما افغانستان هست و حضرت آیت الله العظما جوادی آملی در این رابطه بحث مفصلی داشتن، ایشان یک کتاب نوشته به نام کتاب کفایت الاصول که خیلی از فحول و علمای بزرگ در اون مشکل دارند، درس اون خیلی سنگین هست، اینه که از رو بدانم. بعد گفت این آقایی که ظاهرش ظاهر غربی، ظاهر کوچلوار و همه چیز، محاسن و سیبیل تراشیده، یک قسمت از کفایه را خان از حفظ، گفت آه نظر شما رابطه راجع به این قسمت کفایه چیست. من خیلی تعجب کردم، گفتم این آقا چطوری این کتاب سنگین حوزوی را میخوانه، در حالی که اصلا خیال میکردم که این اهل دین نباشه. خب من یک توضیح دادم، گفتم آه نظر ما این هست. گفت بله نظر مثلا عالم فلان اینطوری است، نظر فلان اینطور است، نظر و نظر من هم این هست. دیدم خیلی نظرات علمای بزرگ را هم نقل می کند و نظر خودش هم نظر خوبی هست، چون شرحه. بعد قسمت دیگری که فایر خواند، قسمت دیگری که فایر خواند، من خیلی تعجب کردم. آخر سوال کردم آه شما چی کاره هستید که این کتاب سنگین و تقریبا کتاب پایانی دروس سطوح را شما از حفظ دارید؟ خیلی ها در خواندنش مشکل دارن، در خیلی ها در ترجمه اونا، خیلی ها در توضیح و تفسیر شما از حفظ میخوانید و چند نظر رو هم بیان میکنید. یک وقت شروع کرد به گریه کرده، گفت آه سوال نکن. گفتم نه شما بفرمایید. گفت که من یک روزگاری روحانی بودم، طلبه بودم، حتی به درس خارج رسیده بودم، یعنی این سطوح را تمام کردم، خیلی هم خوب درس می‌خواندم، ولی یک گناه باعث شد که مسیر من رو تغییر بده. گفتم بگو. گفت من راضی نیستم به کسی دیگر بگی تا وقتی که من زنده هستم و یا بگی بر. خب از اون قضیه میگه سالها گذشت تا من این را نقل کردم. گفت یکی از شبها چند تا رفقای که در دوران جوانی با اونها رفیق بودیم و در دوران کودکی و نوجوانی، اینها من رو دعوت کردن به یک مجلس، با اینکه گفتم نه نمیایم. گفتن خب ما رفیق هستیم، حالا چند روز تو درس خواندی از ما دوری میکنی. گفتم خب حالا بریم.
رفتیم دیدیم که وضع مجلس جوری دیگری هست. چند نفر، 7-8 تا رفیق با هم جمع شدن و سفره گناه هموار کردن، شراب و قمار و اینها. فورا میخواستم از منزل بیام بیرون، دیدم که این رفقا جلو من رو گرفتن. گفتن آقا خشک مقدسی نکن، چی نکن، چی نکن. خیلی هم گفتم نه، از سفره‌ای که در اون شراب نباشه، شراب باشد، خوردن ولو گوشت حلال در اونجا حرام میشه. یعنی این حکم شرعی رو ما بیان کردیم. در زیر یک سقفی که حالا اون بحثش طولانی است، در زیر یک سقفی که جزء یک سفره باشد، انسان ولو شراب نخورد، اونجا یک نفر شراب بخورد، بر همه اون سفره حرام میشه و کسی حق ندارد از اون سفره غذا بخوره. خب گفت که حالا شما اینطوری که میگید، پس ما غذای شما را در سالون میگذاریم، شما در سالون غذا بخورید، کار نداشته باشید. خب بالاخره گفتیم حالا تا این همه راه اومدیم و اینطوری اصرار اینم دوستان، و بالاخره ما یک جوری اینا رو هدایت کنیم و از این بحث ها. خب شیطان هم وسوسه میکنه. خب ما آمدیم بیرون، بر ما غذا آوردن و غذا رو خوردیم و دوباره با اینها صحبت و گرم و چایی و گواه این چایی که دیگه ضرر نداره، شراب جمع شد و بحث و گفتگو شروع کردن. این چند نفر برای من متلک گفتن که آه شما به حساب مرد نیستی، جوان نیستی، چی نیستی، اینها رو بگذار کنار، تو بیا یک تست بکن، حداقل یک تست بکن که بدانی حکمش چی هست. در شوخی و مسخرگی و اینا گفتن و گفتن و گفتن تا این که من رو وادار کردن که یک جرعه بنوشم. گفت آه همین جرعه را که من نوشیدم، حالا چند قطره بیشتر نبود، همین که این از گلوی من پایین رفت، احساس کردم یک چیزی از وجود من خارج شد و اون روح معنویت بود. دیگه گفت از همون جا لباس و عمامه و همه چیز رو گذاشتم کنار، دیگه حوزه رو گذاشتم کنار، دیگه رفتم به یک مسیری که نباید میرفتم. شما ببینید چقدر این گناه مهم هست، ترک گناه. یک گناه باعث میشه عبادت چند ساله از زحمت و خوزه و درس و بحث و همه چیز را از بین ببره. یک نگاه حرام امکان دارد انسان را ببره. درسته گناه خیلی زیاد هست، همه مرتکب میشه، ولی معلوم نیست که گناه انسان را غرق میکند. لذا ما در روایت داریم که از همه گناه ها بر حذر باشید، هیچ وقت گناه را کوچک نشمارید، بگید این دروغ است، این دیگه گناه خیلی عادی است، این یک نگاه به نامحرم، این دیگه زیاد نه. یک گناه باعث میشه سرنوشت انسان تغییر بخوره، چون معلوم نیست غضب خداوند در کدام گناه است. و از طرفی از هیچ ثوابی شما اگر میتوانید بر حذر نباشید. معلوم نیست در کدام کار خیر، در کدام ثواب، در کدام نماز قبولی همه اعمال رو خداوند و رضایت خود را قرار داده است. لذاست که انشاءالله مؤمنین توجه داشته باشند که این دعا را که وظیفه ماست که دوری از مجالس گناه، این یکی از وظایف انسانهای منتظر هستند که تا جایی میتوانند از مجالس گناه، لهو و لعب، از این مجالس خدایی نخواسته که در اون شراب مصرف میشه، در اون گناه، فحشا، نامحرم، رقص، اینها دوری بکند. که امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری در دومین وظیفه‌ای که بر ما مشخص کرده است، دوری از معصیت هست. و خدایی نخواسته اینجا دیگه که خیلی گناه هست، یکی از آفاتی که در اینجا هست با تمام امنیت و آسایش مادی این هست که همین که در خانه را باز میکنی، سفره گناه پهن هست. این چقدر همت میخواهد، مخصوصا بر جوانان، دختران، پسران، که از این همه گناه خودشان را برحذر بدارن. این همه نگاه های حرام، این همه غذای حرام، این همه بحث های حرام، این همه مجالس حرام، که حالا دیگه فرصتی نیست
که خدمت شما به عرض برسانم. انشاءالله یک داستان دیگری هم عرض میکردم که برعکس اون با یک گناه نکردن چقدر انسان به مقامات میرسد و چقدر انسانها با یک ترک حرام، یعنی یک حرامی قرار بوده که انجام بشود و انجام نداده و خدا چقدر اون را مقامش را بالا برده است. انشاءالله این را میگذاریم به جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.